درسی ما همین ساعت رو برای کلاس انتخاب کردیم. خب هفته گذشته، حتی قبل از اینکه بخوام سار موضوع درس رو شروع کنم، قبلش همه دوستان صدای من رو واضح دارین یا نه؟ حتی گویا صدای من قطع وصل میشه. باز حالا امیدوارم این جلسه مشکلی پیش نیاد. شما پس خب همه صدای من رو دارید. جلسه قبل من سعی کردم شما رو صداتون رو فعال کنم ولی موفق نشدم. حالا این جلسه شما رو اگه تغییر بدم وضعیتتون رو میک پرزنتر کنم. شما الان آقای سیرت شما میتونید صحبت کنید؟ میکروفون دارید؟ بله بقیه دوستان همه از اون پرزنتر. بله جناب استاد. بله بله جناب دکتر. بله جناب دکتر. بله جناب دکتر سلام. سلام سلام، من دارم صداتون خب کامل و واضحه، از جلسات قبل خیلی بهتره تا به حال، تا الان خیلی خوبه جناب دکتر. خب پس بقیه دوستان هم اگه میتونن صحبت کنن دیگه الان میکروفونشون رو فعال کنن، ولی وقتی که صحبتون تموم میشه خود اون علامت میکروفون بزنین که بسته بشه، چون همزمان چند تا صدا که پخش میشه مشکل میشه. قبل ادامه میدیم، همونطور که خاطرتون هست جلسه قبل ما در مورد بحث مدیریت زمان در پروژه صحبت کردیم. حالا این جلسه بحثمون رو ادامه میدیم با حوزه دیگه از حوزه های دانش مدیریت پروژه که جزء حوزه های مهم مدیریت هست، چون یکی از در قبل میتونیم گفت مهمترین شاخصه ها توی موفقیت پروژه ها اینه که ما بتونیم پروژه مون رو در طبق برنامه‌ای که برنامه‌ریزی کردیم براش، چیدیم براش و با بودجه‌ای که برنامه‌ریزی شده انجام برسونیم. پس بحث مدیریت هزینه جزء سرفصل‌های مهم کار مدیران پروژه ها هست و خب به طبع کشورهای ما به دلیل مشکلات مالی که اکثرا پروژه باش مواجه میشن این چالش بیش از پیش احساس میشه، هرچند که خب البته این موضوع جهانی هست، یعنی پروژه ها در همه جای دنیا با مشکلات تو پرداخت ها مواجه میشن. دلیلش هم واضح هستش، خب شما با این نرخ بالای نقدینگی مواجه هستین، افزایش قیمت ها، تورم، شاخصهای خارجی و داخلی میتونه تاثیر بذاره رو قیمت تمام شده پروژه و این رو دقیقا سخت کنه کار رو برای تیم مدیریت پروژه. بر هر عامل بیرونی تاثیرگذار است و روی محاسبه و پیشبینی هزینه ها در پروژه ها و خب یک سری تغییرات هم ممکنه در خود پروژه اتفاق بیفته، یه سری عوامل هستی که خارج از کنترل تیم پروژه است باز افزایش هزینه ها میشه، یه سری موارد هم خب داخل تیم در حقیقت ناخواسته این اتفاق میفته، این تغییراتی رو ما لازم هست توی چارچوب پروژه لحاظ کنیم و این تغییرات هزینه هایی رو در بر داره، یا ممکن دوباره کاری های اتفاق بیفته که اینا هزینه هایی در بر داره. همه اینها ما سعی میکنیم تو بحث مدیریت هزینه بهش بپردازیم، ببینیم که چیکار باید بکنیم که این اتفاقات حالا کمتر بیفته یا وقتی اتفاق میفته ما چجوری غافلگیر نشیم و بتونیم نحو احسن هزینه های پروژه رو هم در مرحله اول بتونیم برآورد کنیم، شانسایی کنیم و بعد بتونیم بودجه بندی کنیم برای پروژه، یعنی تخصیص اون اعتباری که پیش بینی کردیم رو انجام بدیم و بعد کنترل کنیم که اون بودجه اختصاص پیدا کرده
از اون سقفی که برش ما در نظر گرفتیم رد نشه، اگر رد شد چه باز چه اقداماتی رو باید انجام بدیم، چه رویه های رساندار برای ما در نظر گرفته. هر جمع که سوالی چیزی براتون پیش اومد، حالا دیگه این بحث صدا هم مشکلی نیست، دستتون بالا ببریم، من صدا رو فعال کنم و بعد شما موضوعتون رو مطرح بکنم. خب من اسلاید هم بذارم براتون بحث مدیریت هزینه. قربال در قد برنامه این اسلاید ها یک سری سوال هستش که در مورد بحث زمان هست که ما از اون از اونها میگذرم، شما ولی فرصت داشتید اینا رو یه نگاهی بندازید و پاسخش رو برای خودتون دریابید. بد نیستش که حالا با اون نوع سوالاتی که در این بحث زمان توضیح دادیم یک آشنایی داشته باشید. مدیریت هزینه، حداقل همونطور که گفتیم هدف از این قسمت بر تخمین بودجه بندی، سرمایه گذاری و مدیریت و کنترل هزینه به نحوی که پروژه بتواند با بودجه مصوب به اتمام برسند، یعنی دنبال این هدف هستیم. خب مثل سایر فصل ها استاندارد مدیریت پروژه، برای این فصل هم یک برنامه دیده همگی در مرحله اول باید برنامه مدیریت هزینه‌مون رو دریابیم، مشخص کنیم. بعد از اینکه اون برنامه مشخص شد، استیمیت فاس رو انجام بدیم، برآورد هزینه‌ها زمان بگیریم که برآورد در پروژه تو چند مرحله اتفاق میفته. اینجور نیستش که ما در همون ابتدا برآورد دقیق از پروژه داشته باشیم، مرحله به مرحله و معمولا بهترین برآورد چه موقعی درد محقق میشه؟ این یک سوال بپرسم ازتون، به نظر شما ما تو مرحله مختلف میتونیم پروژه رو برآورد کنیم، در مرحله اول قبل از اینکه کلا نقشه ها به صورت دقیق تکمیل شده باشه، وقتی که 45% از این نقشه ها تکمیل شد و آماده واگذاری شد این کار رو در قالب یک قرارداد پیمانکار، خب برآوردها دقیق‌تر میشه، دقتش هم بالاتر میره. خب هرچی بهتر، وقتی که ما میریم جلوتر برآوردهامون دقیق‌تر میشه و تخمین هامون دیگه از اون حالت مثبت منفی چند درصدی خارج میشه، بسیار دقیق ما میتونیم تعیین کنیم قیمت این پروژه چقدر برمون خواهد. ولی در ابتدا قبل از اینکه بخواد خیلی از این اطلاعات تخمین شده باشه، ما به صورت حدودی برآوردها رو انجام میدیم. تخمین هایی که زده میشه برای برآورد پروژه حدودی هست و هر چه جلوتر این دقیق تر میشه. دیولپ باز بعد از اینکه این آماده بندی انجام شد، اون بعد در قبل از اینکه تخمین هزینه انجام شد، اون در قبل طول تمام سرمایه که پیش می‌گیریم در پروژه رو تخصیص بدیم به بخش‌های مختلف. خب اصلا میدونید یک سری از این هزینه ها صرف امور بالا سر اسلام ما میگیم و خواستایی میشه که به صورت متعارف در همه پروژه ها وجود داره، یعنی هزینه‌ای که شما برای بحث نگهداری پروژه‌تون دارین، برای بحث تجهیز و هزینه هایی که برای مثلا برچیدن کارگاه اتفاق میفته، همه جزء هزینه هایی هستش که دو دل بودجه پروژه باید دیده بشه. حالا به هر حال ما میایم این بودجه رو کنیم، این پولی که در اختیار پیدا کردیم رو تقسیم میکنیم تو اجزای اون، بهش میگیم بودجه بندی، بعد کنترل میکنیم هزینه ها رو. این میشه کل رویه که ما دنبال میکنیم. حالا
جناب دکتر، ما صدا رو نداریم. بله، حال درست شد. بله درست شد. بله حال درست شد. داشتم میگفتم الان ما تو بحث هزینه چند بخش داشتیم. بخش پلن کاست منیجمنت ما یکی از بخش ها بود، اولین بخش هست که به کمک اون میتونیم مشخص کنیم ما مراحل بعدی کار، یعنی چه مرحله استیمیت کاست، چه دیترمان باجت و چه مرحله کنترل کاست و به چه شکلی انجام میدیم. یعنی مرحله اول یعنی پلن کاست منیجمنت چارچوب و وظایف پرسنل تیم مدیریت پروژه رو برای بحث هزینه روشن کنیم. اولا که چه تغییراتی مجاز هست، سقف تغییرات قابل تعریف، تغییراتی که هزینه بر هست چقدر هست، یه سری معیارها و شاخصهایی که رو هزینه تاثیر میذاره ما تو این قسمت برای خودمون تعریف میکنیم و یک مبنای برای اون میتونیم کار پروژه رو مدیریت کنیم. حالا بریم جلوتر تک تک این قسمت ها رو بیشتر در موردش صحبت میکنیم. پس اول این پلن کاست منیجمنت که خروجی مهمه این چیه؟ کاست منیجمنت پلن یه سری ورودی هایی رو میگیره که مشابه اصلاح قبل که ما در مورد صحبت کردیم فکرم روشن این پروژه چارتر یکی از ورودی چه پروژه کارتر هم استفاده میشه میتونیم این سال پاسخ بدیم چرا ما پروژه چارتر اینجا به عنوان ورودی آقایت هایی که ما در حوزه پلنینگ انجام میدیم دست پروژکت چارت ولیشن مطرح میشه. چرا این وضعی شرطی داریم؟ دلیلش اینه که خب ما دقیقا تو چارچوب کاسمت تو هر کدوم از این حوزه های دانشجو زمان از اونی و سایر حوزه ها یه مبنای اولیه برای ما چینده شده به این معنی که مثلا ما با عنوان مدیر پروژه چه وظایفی داریم، چه مسئولیتایی داریم. توی پروژه چارتر اینو برام مشخص کردن. مثلا تو پروژه چارتر بودجه کل پروژه رو مشخص کردن. خب این به تبع ما مجبوریم یا ملزم هستیم توی مدیریت پروژه که پروژه با اون بودجه قید شده انجام بدن. و اگر قرار تغییرات اتفاق بیفته پروژه چارتر لحاظ کنه. همین دلیل هست که اینجا به عنوان ورودی میشناسیم. یکی دیگه از ورودی‌هایی که غالبا تو حوزه پلنینگ پلن کاست منیجمنت پلن تایم منیجمنت رو نگاه میکنه یه ورودی رایج دیگه همین ورودی هستش که شما به عنوان برنامه یا پروژه درسیتون باید انجام بدید. پروژه منیجمنت پلن برنامه پروژه برنامه تیم مدیریت پروژه اصلا تو حوزه مختلف چیه؟ به ویژه حوزه زمان یه تعامل دو طرفه هست دیگه. هر موقع که این پلن در خود این پلن میشه زیر مجموعه پروژکت منیجمنت پلن. دو تا زیر بخشی هستش که باز از توی این پلن بیشتر بهش توجه شده، یکی ریسک منیجمنت پلن هستش و یکی اسکیجول منیجمنت پلن. چرا ریسک و هزینه اینجا به عنوان دو تا عامل مهم به عنوان ورودی شناخته شده باز هم مشخص هست. چون ما هر تغییری که توی زمان اتفاق بیفته روند دقیقا ممکنه که کاری رو مثلا ما قرار امروز 11 اردیبهشت 99 انجام بندیم و این کار برای اینکه شروع بشه لازمه که مثلا عقد قرارداد انجام شده باشه و پیش پرداختی رو ما به پیمانکار داده باشه. خب اگه این کار از 2 اردیبهشت 92 خرداد سال 99 چه اتفاق میفته؟ قطعا اون پیش پرداختی که ما باید الان بدیم یک ماه عقب میفته. همین یک ماه جابجایی برنامه ما رو بر هزینه تغییر میده. به تبع تاثیرگذار هستش رو پلن ما برای بحث هزینه. بهتره که این رو به عنوان یه ورودی توی برنامه هامون لحاظ کنیم. یا مثلا ریسک منیجمنت. چرا این رو به عنوان یه ورودی میبینیم؟ خب همه فعالیت هایی که ریسک بالایی دارن میتونه این ریسک بالا پیامد ریالی داشته باشه. این شما وقتی که میدونی که حالا در مورد صحبت میکنیم ریسک اون چیزی هستش که در صورت وقوع میتونه برای اهداف و معیارهای موفقیت پروژه ما تاثیر بذاره. مثلا ریسک تورم تو همه کشورها یه نرخ تورم داره. این مقدار این عدد
تورم بر اساس تورم های سال گذشته قابل تخمین است، ولی وقتی ما با یک تورمی غیر متعارف مواجه هستیم، مثل تورم هایی که حالا این روزها مثلا ایران باش مواجه هست، خب این یه ریسکی رو ایجاد میکنه، یه پیامدی هستش که میتونه تاثیر بذاره و ما به عنوان تیم مدیریت پروژه باید برای اون فکری بکنیم. و این ریسک ها معمولا برنامه پاسخ ها ما به ریسک کاملا تحت تاثیر بودجه مون هست، مسائل مالی میتونه روی مدیریت ریسک ما تاثیر بذاره و بالعکس ریسک ها میتونن باعث چه حل و فصل اونها چه به نتیجه رسوندن این ریسک ها یا کاهش اثر اونها. این ما حالا تو فصل مدل ریسک این رو به صورت کامل توضیح خواهیم داد، ولی ما در قبال ریسک هامون دیدگاه های مختلف داریم. وقتی میگیم که ما ریسک رو میپذیریم به این معنی که در نهایت وقتی ما ریسک رو شناسایی کردیم و اولویت بندی کردیم، به این نتیجه رسیدیم یه سری از این ریسک ها به گونه‌ای هستش که ما نمیتونیم برنامه پاسخ مناسبی برای اونها داشته باشیم، پس باید اینها رو بپذیریم. وقتی ریسک رو میپذیریم ما باید هزینهش رو هم بپذیریم. نمیزیم هم ما ریسک رو میپذیریم، ریسک رو پذیرفتن یعنی چی؟ مثلا من میگم که ریسک مثلا تاخیر در فروش واحد هامون من میپذیرم. یه مجتمع تجاری در نظر بگیریم، این برنامه‌ای داره برای این برنامه دچار تغییر میشه، یعنی یه ریسکی باعث این تغییرات میشه، عاملی که باعث این تغییرات میشه مثلا میگیم ریسک. خب این ریسک فروش واحدها تاثیر میذاره روی چی؟ بودجش، و باید توی برنامه‌ریزی بودجش اون رو ببینه. ارتباط تنگاتنگی وجود داره بین مدیریت ریسک و مدیریت هزینه، چون ما ریسک ها رو نمیتونیم بدون هزینه از کنارش بگذاریم. این ریسک ها برای ما هزینه داره، یه وقتا این هزینه رو ما میپذیریم، در بودجهمون میاریم، یه بخشی از اون رو قرار میدیم برای برنامه پاسخ به ریسک ها، و یه وقتا این ریسک ها رو منتقل میکنیم. مثلا شما این ریسک ها روش های انتقال ریسک در خروج همین خطراتی هست در اطراف پروژه، مثلا برای شخص سالس، برای فردی که یه عابر پیاده که داره از مقابل اون ساختمون که در حال ساخت عبور کنه اتفاقی ممکنه براش بیفته، این رو با من یک ریسک که تعریف ما بکنیم. حتی ریسک ها شناسایی میشن در ابتدای پروژه برقرار نیم اون روش هایی که ما توی استاندارد معرفی میکنیم، ولی اگه ما این رو سعی کردیم برنامه پاسخ به این ریسک ما چه بپذیریم، یعنی اگه این اتفاقی افتاد براش حادثه رخ داد، اگه ما بپذیریم این معنی هستش که ما خودمون شخصا باید دیه این فرد یا هر خسارتی به این فرد وارد شده، حالا اگه خودروی بود آسیبی دیده هزینه که وارد شده رو پرداخت کنه. یه وقت اصلا ما نمیتونیم این هزینه خودمون صحیح نیست یا تو چارچوب بودجه ما نمیگنجه یا مدیریت اون برای ما سخت هستش، پس ما این رو منتقل کنیم، بیایم مثلش با یک شرکت بیمه قرارداد ببندیم و بخوایم که اون این قسمت از ریسک ما رو مدیریت کنه. یا ممکنه بگیم که خب ما سعی می‌کنیم که کاهش بدیم اثر وقوع این ریسک رو، که اینها باز برای خودش مثلا ما میگیم یه سازه نگهبانی اونجا قرار بدیم که یه سازه محافظی قرار بدیم روی پیاده رو که این حادثه احتمالش کمتر بشه. یعنی در واقع ما داریم مدیریت ریسک می‌کنیم و برنامه‌ای که برای پاسخ داریم کاهش هست. میگیم حالا اگه سنگی چیزی از اون بالا بل شد دیگه رو سر کسی نهاد، ولی حالا برنامه پاسخ بریز که ما چون کاهشی، چرا که اگه تیراهن اگه از اون بالا در بره چه اتفاق میفته؟ قطعا دیگه اون استراکچری که ما برای محافظت دیدیم جوابگو نیست و خسارت ایجاد میکنه، ولی ما رفتیم توی روشی که حالا برای کاهش هزینه یه مدیریتی برنامه پیاده کردیم. وقتی هم هستش که کاملا کاهش نمیخوایم بدیم، کلا میخوایم این ریسک رو از بین ببریم. مثلا اینه که مثلا تو زیر زمین ما اکثر پروژه‌هایی که خاک برداری های عمیقی دارن 20 متر ما فون برای رسیدن به کف تراز کف فونداسیون رو داریم، خب معمولا حالا تو شهر مشهد فکر کنم تو هرات هم به همین شکل باشه، تو عمق های ما 24 5 متری دیگه به آب میرسیم، به دلیل اینکه خب اکثر منازل از روش های سنتی استفاده میکنن برای دفع فاضلابشون، تو یک تراز های پایین تر از 5-6 متر ما آب داریم و این آب خب وارد گود میشه، مشکلات ایجاد میکنه. خب یک از راهکارها اینه که ما بیایم دور تا دور گودمون رو لایه محافظت در برابر آب داشته باشیم، حالا جو تکستایل و روش های مختلف آب بندی رو که حالا قطعا توی
دوره های دیگه تون باش آشنایی دارین رو میتونیم استفاده کنیم در این موضوع. اما خب اینها هزینه داره دیگه، ولی ما دیگه در نهایت به این نجاستیم که این هزینه رو ما میپذیریم برای اینکه کلا این ریسک رو برطرف کنیم دیگه. ما قرار نیستش که داخل گودمون هی آب بیاد و هی ما آب رو بکشیم بیرون و کارمون رو با مشکل مواجه بکنیم. حالا این چرا اینا ریسک هستن؟ به دلیل اینکه مثلا ما تراز عمق آبمون رو که الان که داریم پروژه شروع میکنیم که نمیدونیم، همیشه که مثلا به ما میگه آقا تراز یا عمق آب زیرزمینی ما چقدر هستش، برای همین دلیل ما نمیتونیم بودجهش تو هزینه دقیقی برای اون متصور بشه. ولی همین صحبت هم همینه که ما هرچی در ابتدای پروژه در کار میکنیم اطلاعاتمون در مورد پروژه ناقص هستش، ما دقیق نمیدونیم که من پروژه، حتی بعضی وقتا موقعیت دقیق پروژه هم مشخص نیست ولی تیم مدیریت پروژه داره بررسی میکنه براش. مثلا ما میدونیم که میخوام یه پروژه تجاری با مثلا زیربنای 20,000 متر احداث کنیم، ولی تیم مدیریت پروژه دقیق نمیدونه موقعیت این پروژه کجاست، ولی ازش خواستن که خب برنامه‌ریزی رو انجام بده، مدیریت ما رو تا عقب نباشیم. حالا ما زمانی که لازم شد برای بحث زمین و خریدش این اقدام کردیم به شما اطلاعاتش میدیم. خب آیا ما توی مرحله نمیتونیم هیچ کاری بکنیم؟ نه، شما بر اساس هم اطلاعاتی که داریم همین برنامه‌ریزی هم انجام میدیم، همین پروسه رو طی میکنیم، یعنی پلن کاست منیجمنت رو انجام میدیم، بعد تخمین استیمیت کاست رو انجام میدیم، هزینه هامون رو تخمین میزنیم، دیتیرماین باجت رو انجام میدیم، یعنی اون پولی که هزینه‌ای که برآورد کردیم رو تخصیص میکنیم، اختصاص میدیم به بخش‌های مختلف پروژه و کنترل کاست رو میتونیم انجام بدیم. متأ خب هر چیزی میریم جلوتر با توجه به اطلاعات ما دقیق‌تر میشه، اون چارچوب ریالی ما دقیق‌تر میشه، اون تلرانس های مالی کمتر میشه و به عدد دقیق‌تر برای بودجه پروژه نزدیک میشیم و به هر حال مبنایی باید داشته باشیم که ما کنترل کنیم. مثلا نمیتونیم بگیم که خب ما در همین ابتدا شروع کردیم، از ما میگن میگرسن که خب برای خاک برداری شما مثلا 2 میلیارد باید هزینه بکنیم. خب یه پیمانکار دیگه میاد میگه که 2,500,000 چون شما این چیزها رو در نظر نگرفتید. خب وقتی که نگاه میکنیم راست میگه، مثلا ما تو طراحی اولی همون لحاظ نکنیم و بعد 2,500,000 هزینه کنیم، این 500 میلیون اضافه تر یا این که خارج از پیشبینی های ما بوده کجا باید بشینه، تو کدوم قسمت ما این همچین هزینه رو دیدیم؟ اینا سوالاتی هستش که باید بتونیم توی این قسمت، یعنی تو فصل مدیریت هزینه بهش پاسخ بدیم که ما متناسب با این اتفاقات که میفته چه راهکارهایی رو باید داشته باشیم تا کار رو یه در نره به تدریج. پس همه اینها رو ما سعی میکنیم توی این فصل دنبال کنیم و در مرحله اول خب بتم پلن کاست هستش که ما رو توی این مسیر چراغ رو برامون روشن میکنه و مراحل بعدی کار رو برامون واضح تر میکنه. برای اینکه ما بتونیم این پلن رو استخراج کنیم قطعا باید اکسپرت جاجمنت استفاده کنیم، قضاوت خبره، که همین کارشناسانی هستن که تو زمین های مالی تخصص دارن به شما میتونن این قضاوت های کارشناسی رو بدن. شما این قطعا خیلی وقتا خیلی از تیم های مشاور مدیریت پروژه از افرادی با تخصص های مالی با کسی که موضوعات مالی رو میفهمه آشنایی داره استفاده کنه، یا دیتا آنالایز میتونیم انجام بدیم یا آنالیز داده ها رو اتفاق بیفته درش، و یا از این سری جلسات استفاده کنیم که به طب این جلسات خیلی رایج هستش برای بحث بودجه پروژه، لازم هست ما جلساتی رو با تیم های مختلف داشته باشیم تا بتونیم ببینیم برنامه که ما مهم داشته باشیم تو بحث هزینه باید به چه شکلی. خب شاید نیازی نباشه که ما این جزئیات رو خیلی اشراف داشته باشیم چون قبلا در مورد خیلی از اینها صحبت شده، فقط میتونیم بریم تو بحث کاست منیجمنت پلن. ببینیم کاست منیجمنت پلن که الان داره صحبت میشه ازش دنبال چی میگرد، یعنی بس در پشت این کاست منیجمنت چه اطلاعات باشه رو باید پاسخ بدیم که بتونیم وارد مرحله بعدی بشیم. خب اینجا تو استاندارد با تو این صفحه 274 خب می‌بینیم که پلن کاست منیجمنت آوتپوت این مرحله رو نوشته که پلن کاست منیجمنت گفته که فور اگزمپل دی کاست منیجر پلن کن استابلیش دی فالوینگ، می‌تونه موارد زیر رو مشخص بکنه، مثلا یونیت اف میجر واحد های اندازه‌گیری ما چیه، لول اف میزان دقت ما چقدره، لول اف اکورسی. ببینید همون صحبتی که من میگفتم، یعنی که میزان صحت و دقت. This is the degree to which cost estimation will be round up or down.
مشخص کنیم ما برآورد های ریالی اون رو چقدر ریوارد کنیم، یا مثلا مشخص کنیم میزان دقت ما چقدر، مثبت منفی 10%. گفتم بهتون در ابتدای پروژه به قولنامه نمیتونیم از آب رد بشیم پامونم خیس نشه، به طب ما باید ابتدای پروژه قبول کنیم دانش ما نشد دو پروژه کم هستش و دقت پیش بینی های ما هم پایین تره، پس یک تلورانسی رو برای خودمون قائل بشیم. ولی این تلورانس اینجوری نیستش که خیلی هم دستمون باز بشه، وقتی شما هیچ اطلاعاتی در مورد پروژه ندارید حتی تا 50% به شما اجازه داده میشه. این رو من نمیگم، اما استانداردهایی که تو بحث مالی اگه شما آشنایی داشته باشین، انجمنها و مؤسسات مختلف مالی هستن که تو این زمینه فکر کردن و آیین نامه برای خودشون استخراج کردن که استاندارد مدیریت پروژه رو این زمینه هیچ صحبتی نداره. استاندارد مدیریت پروژه رویه مدیریت هزینه پروژه رو داره دنبال، ولی به اون چارچوب مؤسسات مالی در دنیا برای خودشون دارن هیچ اشاره اینجا نمیشه. درش زمینه که این برمیگرده به همون دو عامل دیگه رو اینجا به عنوان ما ورودی معرفی کردیم، اگر دقت کرده باشیم مظلوم اینا راحت رد شدن، یعنی Enterprise Environmental Factor یکی از عواملی هستش که به عنوان ورودی هستن در این قسمت، یکی هم Organizational Process Asset یعنی سرمایه های سازمانی یا رویه هایی که حاکم هستش که اون سازمان، اینها رو ما فرض کنیم داریم یا خیلی از شرکت ها و سازمان ها یه همچین رویه هایی برای خودشون دارن یا یه همچین اسیتی یه همچین داره برای خودشون دارن که ما توی این قسمت ها باید چه کارهایی رو انجام بدیم که رویه های حاکم هستش. خیلی از سازمان ها ندارن ولی میان از روی مثلا دیل فکر کردن در مورد این موضوع، ما میریم از روی انجمن مالی آمریکا این اطلاعات رو شناسایی میکنیم و میخوام بگم که خب استیمیت کردن هزینه ها برای خودش یه رویه هایی میتونه داشته باشه، آینامه های و چیزهای دیگه، حتی روش های عددی ما داریم برای برآورد هزینه هامون. خب حتی اگه بد نیستش که من مقالاتی که توی زمین هست رو هم باید به شما نشون بدم، میخوام بگم که این موضوع انقدر جای کار داره که ما در موردش بیشتر صحبت بکنیم. ببینین روش هایی هستش که در حال حاضر تو بحث هوش مصنوعی برای پیش بینی هزینه ها در پروژه ها در اتفاق میفته. این یکی از این مقالات هست که خب توسط یک محقق مصری تهیه شده، داره میگه که Artificial Intelligence یعنی روش های هوشمند و پارامتریک یعنی عددی که برای محاسبه هزینه ها و تخمین یا برآورد هزینه های پروژه و مدل سازی اونها استفاده میشه، یعنی مدل کردن برآورد هزینه های پروژه ساختمانی که به روش پارامتریک یا Artificial Intelligence یا هوش مصنوعی داره انجام میشه. خیلی از این روش ها، یعنی حالا من اگه بهتون نشون بدم شاید تعجب کنید، روش های خیلی متنوعی ما داریم برای حتی همین برآورد پروژه. چرا؟ چون ما در همون ابتدای پروژه که برآورد دقیق از پروژه نداریم، ما میخوایم ببینیم به کمک چه معیارهایی میتونیم برآورد کنیم. مثلا یک ساختمون به اسکلت بتونی با زیربنای 20,000 متر مربع اسکلتش چقدر برای ما هزینه داره، تاثیرات مکانیکی چقدره، تاثیرات الکتریکی چقدر هزینه داره، به صورت راف، به صورت یک عدد. حالا انجمن هایی گفتم، مثلا یکی از این انجمن هایی که وجود داره مثلا انجمن مدیریت هزینه آمریکا هستش، AACE. این مؤسسه اومده گفته مثلا شما هر چی که اطلاعاتون در مورد پروژه دقیق‌تر میشه این نرخ رو برای شما مشخص کنه. مثلا گفته که اگه نقشه‌هاتون تا 30% تکمیل شده باشه شما میتونید 20 منفی 15% تا مثبت 20% خطا داشته باشه تخمینتون، ولی وقتی که 10% فقط از نقشه‌هاتون باقی مونده این دقتتون داره هی چی میشه کمتر، این 10% نقشه‌تون انجام شده اجازه کمتر بشه، یا وقتی که هیچ اطلاعاتی یا کمتر از 1% از نقشه های پروژهتون آماده هست، حالا این حتی به شما اجازه میده تا منفی 30 تا مثبت 50% تخمینتون تغییر بکنه، یا البته 1% در حالتی که 0% هیچ اطلاعاتی در مورد بیسلاین هایتون توی برنامه طراحیتون نداریم. خب این
اطلاعات این مؤسسه اگر شما تو رویه سازمانی خودتون دیده باشین میتونه برای شما عنوان یک مبنا اینجا استفاده میشه، یعنی همون سرمایه سازمانی شما میشه که میتونه تاثیر بذاره تو برنامه. از اون استاندارد دارین تبعیت میکنه، یا تو کشور آمریکا دارین پروژه انجام میشه و بعد مثلا رویه ها رایت. این مقاله رو خیلی مقاله جالبی هستش، بد نیست که خواستین رو دانلود کنین و یه مورد بررسی بدن برای حالا کارهای تحقیقاتیتون در ادامه بر انجام پایان‌نامه‌هاتون. استیت آف دی آرت به معنی یعنی داره انجام میشه. میدونین که مقالات دانشگاه ها در دو دسته انجام میشه، که ریویو به معنی که این مقاله اومده جنبندی از مقالات مختلف دیگه هستش که داره انجام میشه تو این حوزه و خودش دست به نوآوری نزده، اما در نوع دیگه از مقالات مرسوم هسته خود اون نویسنده یه نوآوری رو یک روش رو ابداع کرده یا معرفی کرده. و حالا مثلا اینجا به عنوان نمونه برای بحث تخمین هزینه های پروژه تو مراحل مختلفش، که خب روش هایی که روش های هوش مصنوعی توی کشورهای مختلف داره توضیح میده این مقاله که چه روش هایی استفاده شده، که حالا تیتروار مثلا اگه شما اینجا بخواید نگاه کنید رگرسیون آنالایز استفاده کردیم، فازی لوجیک، روش های فازی، روش شبکه عصبی مصنوعی، کیس بیس ریزنینگ به معنی کیس بیس ریزنینگ مورد تصمیم گیری بر مبنای SVM یا دیسیژن تری، یعنی درخت تصمیم گیری یا SVM، اینا هر کدوم اصطلاحاتی از این کاربرد استفاده میکنی یا استفاده میکنیم. و خلاصه این همه این قسمت استیمیتی کاست ما تو دونه، ولی ما اینجا داشتیم در مورد این صحبت میکردیم که میزان level of accuracy ما چقدر است. خب این واقعا تو پلن کاست ما باید معرفی بشه، مشخص بشه ما چقدر از دقت برامون در این مرحله دیده شده تو مرحل مختلف بحث مدل پروژه مون، یا در ادامه مثلا organizational procedure link به معنی این که the work breakdown structure provide the framework for the cost management plan allow for consistency with the estimation budget and control of the cost of cost. خب این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که شما یه WBS دارین تو مرحله قبلی ایاتون بشه تو حوزه اسکوپ منیجمنت در مورد من صحبت کردم، ما به دنبال این هستیم که اعضای پروژمون رو به صورت ریسی تحمیل این کار اومدیم اون رو به اعضای اصلیش طبقه کردیم، هر کدوم از این اعضای سری به این سری فعالیت های رسیم به سلان اسمش کنیشیم Work Breakdown Structure یا WBS. این WBS خیلی جاها چشم اصلا ببینش کنیم Scope Baseline، یعنی در WC Dictionary اون دستور عملی که ما برای WBS دوست داریم در کنار خود این WBS به ما یه اسکوپ بیسلاین میده، این مبنای برای برنامه ریزی ها میده که تو فصل دیگه ازش استفاده میکنیم. یکی از اون جایی که استفاده میکنیم از اسکوپ بیسلاین همینجا هست، یعنی ما باید بدونیم که WBS ما چه تأثیری میتونه تو آیتم های مالی داشته باشه. یک دنیا حرف پشت همین صحبت، یعنی که ما باید بدونیم که بسته های کاری ما چقدر هزینه میبره. مثلا شما نگاه کنید پروژه وقتی که شروع میشه آیتم های مختلف ریالی ما درش داریم، مثلا دارن یک جا سیم میخرن، یک جا کاب میخرن، یکی دیگه داره تجهیزاتی رو جابجا میکنه که اینا هزینه داره، مثلا ماشین سری خرید برای مساله مثلا سنگ میخره یا سیمان میخره، اینا داره کجا هزینه میشه، تو کدوم بسته. بسته که میگم منظور اما بسته های WBS تون هست، اون ساختار شکست ما توی فصل قبل در مورد صحبت کردیم. مثلا هزینه های پروژه، وقتی صحبت از هزینه های پروژه میشه مهم ما بتونیم هر کدوم از این هزینه ها از کجا داره اختصاص میشه به بودجهش. مثلا من یه بودجه 2 میلیاردی دیدم برای خب توی همین ساخت اسکیل سیم باید بخرم، سیم به معنی مفتول است.
سیمای مفتولی که بخوام آرماتورهام ببندم، بال قالبام ببندم، یا سیمای آرماتوربندی میخوام استفاده کنم. یه بودجه ما دیدیم برای این موضوع مثلا توی WBS کسرا هم وقتی که WBS ما موضوعات مالی رو مدلش وارد میکنیم بشیم CBS این Cost Breakdown Structure، این دوتا رو میتونیم رو هم دیگه بندازیم ببینیم که Cost Breakdown Structure WBS همون یکی میشه یا نه. بعض وقتا میشه باشه این کار رو کرد. این سری آیتم هایی داریم که ما توی WBS همون داریم ولی تو CBS نداریم، یا بلکس تو CBS داریم تو WBS نداریم. حالا اصطلاحی که من میگم برای CBS نگه نباشه، این من توضیح میدم. یک ساختاری رو برای بودجه پروژهتون چیدین، اسمشو گذاشتین CBS، این ساختار شکست مالی پروژهتون، Cost Breakdown Structure. مثلا اومدین گفتین که این پروژه من مثلا نازوکاری، صفرکاری و تحصیلات مکانیکی و الکتریکی، بر هر کدوم از اینا این شد ساختار اصلی CBS تون. و بعد در نازوکاری اومدیم آیتم هاشو نوشتیم، مثلا نقاشی، چوبکاری و و و بر هر کدوم از اینا یه بودجه اختصاص دادیم. قطعا مثلا بر نقاشی جون گفتیم مثلا بر نقاشی کل این پروژه من 2 میلیارد و 200 میلیون پیش بینی کردم گذاشتم تو بودجه خودش. یا مثلا برای آرماتور بندی فونداسیون من اینقدر بودجه برنامه‌ریزی کردم توی کاستم. خب این تو WBS یه ارتباطاتی میتونه بین تو وجود داشته، این هم داره همون اشاره میکنه، میگه که The Work Breakdown Structure یک فریمورک رو کنه برای مدیریت هزینه که اجازه میده به With the Estimated Budget and Control of Cost که به شما کمک میده در هر سه مرحله، چه کنترل، چه تخمین و چه برابر تخمین و چه تخصیص. یعنی ما برآورد داریم، برآورد پروژه، تخمین پروژه داریم، تخصیص داریم وقتی که بودجه داریم و تحقیقات کنترل. The deliverable component used for the project cost accounting is called the control account. Each control account is assigned a unique code or account number that link directly to the perform organization account system. خب یعنی چی؟ یعنی ببینید شما معمولا توی پروژه های بزرگ اینجور نیستش که مثلا من بتونم خیلی راحت بحث ریالی پروژه رو بدون استفاده از سیستم های حسابداری انجام بدم. معمولا شما یه سیستم حسابداری دارید در پروژه ها که ثبت و ضبط هزینه های پروژه رو برای شما انجام میده و خیلی کارهای دیگه که قرار بکنید، پروژه تجاری هست قرار بازش رو باید بفروشین، یا اگه مثلا یک بسش از اعتبارات مثلا بانک، خب مثلا اون بودجه که چجوری اومده، که هزینه شده، اینا همه تو اون سیستم اکانتینگ شما جای میگیره دیگه. خب اگه این سیستم اکانتینگ رو ولش کنیم به امان خدا، سیستم مدیریت پروژه برای خودش یه حرفی رو میزنه، سیستم اکانتینگ هم یه حرفی رو میزنه، چون این دو تا با هم دیگه یکی نیستن. اون جایی که میاد این دو تا رو به هم دیگه وصل میکنه یا پیوند میده همین WBS هستش. یعنی شما این که به عنوان تیم مدیریت پروژه باید اصطلاحات اکانتینگ رو هدفمند تو چارچوب WBS تون قرار بدین، وگرنه اطلاعات مالی پروژه برای تیم مشاوره مدیریت پروژه ارزش زیادی نداره. چرا؟ چون مثلا بودجه وارد شده به پروژه مشخصه، ولی اینکه این بودجه برای چی آمده مشخصه. مثلا کل هزینه هایی که بر پروژه انجام داره میشه تو دسته بندی قسمت مالی اهمیت داره مشخصه، ولی تو اون دسته بندی که شما میخواین دیگه مشخص نیست. یعنی شما مثلا میخواین بدونی دقیقا توی مثلا یک ساختمان، یک مجتمع ساختمانی رو در نظر بگیم، بلوک های مختلف دید، میخواین این آتون یا تو بلوک سیتون چقدر هزینه شده توی بحث اسکل، آیا این رو سیستم مالی میتونه به شما بده؟ نه دیگه نمیتونه بده. چرا؟ چون شما سیستم مالیتون فقط به شما میگه که انقدر تون آهن خریدیم، انقدر پول جوشکار دادیم، انقدر پول از آبادی شما سیم جوش و الکترود دادیم، اینا اون اطلاعاتی که من دارم. شما خب باید کنیم بگین که خب چیجوری ما رو تقسیم کنیم تو پروژه های مختلف. ما 5-10 تا بلوک داریم، آهن که من میدونم انقدر آهن خریدم، ولی این کجا هزینه شده توی که من رفته؟ آیا به صورت مستقیم تقسیم شده یا نه توی یکی از این بلوک هستش همش هزینه شده؟ این
سوالات رو ما فقط وقتی میتونیم پاسخ بدیم که سیستمه ما، یعنی این همین صحبتی که این داره میگه، میگه یونیک کد می هر کدوم از اجزای ریالیمون یک کدی داره که این کدینگ ها باید اختصاص پیدا کنه به اون کد تو دبلیو بی اس خودش، یعنی یک کار راحت در ابتدای پروژه برنامه این مرحله تو پلنی، یعنی ما اگه تو برنامه‌ریزی مدیریت هزینه پروژه اون ننویسیم تا به این نرسیده باشیم بعدا به مشکل خواهیم خورد. چرا؟ چون دیگه ثبت هزینه هایی که انجام شده خیلی طولانی و خسته کننده، ما این فاکتور هایی که ثبت شده تو سیستم مالیمون رو بریم بشینیم ببینیم این کجا هزینه شده، ولی از همون ابتدا ما میگیم هر کدوم از این سیستم های مالی ثبت و ضبطش بعد از یک کدینگی تبعیده تو سیستم ها. که ما بعدا بتونیم به کمک اون اطلاعاتی که میخوایم رو از سیستم مالیمون بگیریم و به کمک اونها مدیریتمون رو انجام بدیم، یعنی به صورت جزیره‌ای نباشه مثلا قسمت مالیمون یه فازی رو داشته باشه برای خودش، قسمت ریالیمون برای خودش یک سیستم دیگه رو پیاده کنه و اطلاعات رو به ما بده. پس این دو تا رو بعد هماهنگ کنیم و اینجا میگم شاید این چهار خط تو استاندارد برام دل میگم که ما فقط به شما خطه ای میکنه، قرار نیستش که جزئیات کار شما برای شما روشن کنه، ولی همین چهار تا خط تو ابتدای پروژه میتونه یه دنیا تاثیر بذاره تو سیستم مدیریت پروژه شما در دراز مدت. پروژه هستن که به این نکته توجه نمی کنن، پروژه ها رو بدون در نظر سیستم های اکانتینگ و سیستم های حسابداری و مدیریت پروژه میبرن جلو و بعد وسط های پروژه، حالا وسط هم نه، معمولا 10-20% متوجه مشکل میشن، میبینن که حالا اون اطلاعات مالی که میخوان خیلی دقیق نمیتونه به تیم مشاور مدیریت پروژه کمک کنه و برعکس اطلاعات مشاور مدیریت پروژه خیلی نمیتونه جهدهی کنه به جهدهی بده به تیم اکانتینگ و حسابداری پروژه. خب پس به طب خیلی خوبه که همون اطلاعات تو بحث پلنینگ ما بهش برسیم. کنترل ترشولد، کنترل یکی دیگه از اون مواردی هستش که به اینجا اشاره کرده ما باید بهش برسیم توی برنامه مدیریت پروژه. برنامه مدیریت پروژه گفتم همون جایی هستش که ما تقریبا توی هر فصل تو حضور دیگه استاندارد هم هست دیگه همین فصل و این تو همه حوزه های دانش مدیریت پروژه اصلا ابتدا تو اسکوپ مثلا اسکوپ پلان اسکوپ منیجمنت تو تمنه کاس پلان کاس منیجمنت که الان داریم در مورد صحبت میکنیم وجود داره و بقیه حوزه هم به هم میشه. تو همه اونها تقریبا این علامت سوالات تو ذهن ما دو هر حوزه وجود داره بعد جواب داده بشه. یکی از این علامت سوالاتی که باز اینجا بهمون تاکید کرد پاسخ که براش داشته باشین این هست، گفته که variation threshold for monitoring cost performance may be specified to indicate an amount of variation to be allowed before some action need to be taken. Threshold are typically expressed as percentage deviation from that. یعنی آستانه هایی که threshold یعنی چی میشه گفت براش؟ دوستان شما عبارت مناسبی از threshold دارین؟ الان کلمش به ذهنم نمیاد. خب گوگل خدا رو شکر راحت یه آستانه هست، چون کلمه آستانه رو تو خودم به ذهنم رسید، یه آستانه هایی هستش برای کنترل ها، آستانه هایی هستش برای کنترل ها به این معنی که ما اون سختی که میتونیم ببین از یک حدی که یک آیتم یک تغییر اتفاق میفته پیامد ریالی به ما میذاره اون میتونه اون سخت باید مشخص بشه تا چه حدی قابل قبول هست و تا چه حدی ما میتونیم بپذیریم اون سخت بپذیره این قسمت به عنوان کنترل ترشولد. مثلا ما میگیم مثلا ما میتونیم برای بحث یکی از آیتم های پروژه دیدیم مثلا ما گفتیم فونداسیون رو ما با فونداسیون این پروژه تو این برآوردهای اولیه ما با 200 میلیون قرار انجام بشه، 200 میلیون برآوردی هستش که کردیم و برای تخمین بودجهمون 210 میلیون اختصاص دادیم، میگیم چه 10 میلیون بیشتر از اون برآورد اختصاص دادیم. ترشولد ما
کنترل ترشورد ما در سقف همون 10 میلیون هستش، یعنی ما 10 میلیون میتونیم این پروژه از نش رو بیشتر کنیم و نه بیشتر، چرا که اون آسانه کنترل ما در حد هستش و بیشتر از اون مجوزاتی داره که توی مدیریت پروژه باید از سیستم مدیریت کل پروژه بخواد که این مجوز رو بهش بده دیگه. پس این کنترل ترشورد ها مهم هستن به این معنی که ما سقف کنترل ما، آسانه های کنترلی ما کجا هستش که تو تعریفش هم روشنه دیگه، میگه که و یک سری آسانه و ترشورد های واریانس یعنی انحراف هایی هستش، تو آسانه های انحرافی هستش که برای مانیتور کردن هزینه ها عمل کرده هزینه ها may be specified مشخص میشه to indicate an agree upon amount of variation to be allowed، به اون سقف قابل قبول داده شده به شما داده شده این اجازه که تا سقف 10 میلیون از نهای این بخش رو افزایش و کاهش بدیم ولی نه بیشتر دیم. To be allowed before some action need to be allowed رخ بده، شما این اجازه رو گرفتین در قالب این کنترل ترشورد. Thresholds are typically expressed as percentage deviation from the baseline plan که بر اساس یه ضریبی یا درصدی یا پرسنتیجی در درصدی از اون انحراف برای بیسلاین ما پلن بیسلاین ما مشخص میشه. رول آف خب مورد بعدی چی؟ رول آف پرفورمنس میشه قواعد عمل کردی رو پرفورمنس یعنی عمل کرد، میجرمنت هم یعنی اندازه گیری، قواعد اندازه گیری بحث مالی دیگه. با یه وقتی اینجا مواجه هستیم به نام earn value. earn value به معنی ارزش کسب شده هستش. خب دیگه دوستان سوالی داره بیر. جناب دکتر سلام، از ما زوم که در روی عکس از بیشتر داده تقریبا 15 دقیقه پیش که شما صحبت میکردین زوم شده روی هم یک صفحه، درسته از ما؟ بله جناب دکتر. صدای منو داری جناب دکتر؟ بله آقای سیرت شما سوالی دارید؟ دستتون هم بردیم بالا؟ بله جناب دکتر میشنوید؟ بله سوالی نیست؟ خب برگردیم پس به بحث. خب پس ها رسیدیم به این موضوع که این چیه، از این value management چیه. این همین سوال همین بحث خب یه بحث مفصلی داره که کامل قرار نیست من توضیح بدم بهتون، ولی خب در حد اولیه که استاندارد هم آورده من میگم توی بحث برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه یک موضوعی ما داریم به نام earned value، ارزش کسب شده. استاندارد معمولا روش‌ها و رویه‌هایی که تو علم مدیریت پروژه ابداع شدن و خیلی پرکاربرد هستن تو استاندارد اسم آورده ازش، مثلا ولی تو استاندارد ازش اسم برده شد، یا مثلا همین روش، اینا ابزار هستن. earned value management یک ابزاری هستش که ما تو حوزه مدیریت هزینه ازش استفاده می‌کنیم. اسم گوش اصطلاح خورده باشه شاید هم نخورده باشه، ولی در حقیقت یه ابزاری هست برای کنترل هزینه در پروژه. به معنی که شما برآورد هزینه‌هاتون با همه این روش‌هایی که الان ما در این فصل در توضیح میدیم انجام میدیم، ولی می‌خوایم پیش‌بینی برای آینده هم داشته باشیم. می‌خوایم ببینیم که بر اساس هزینه‌ای که احساس کردی یک پروژه چهار چقدر ارزش کسب شده. من دارم اسمش از earn value یعنی ارزش کسب شده. به عنوان خیلی مثال خیلی ساده ای من بخوام بگم اینه که مثلا پروژه شما در نظر بگیرید 100 میلیون افغانی یا حالا دلار، مثلا 100 میلیون مثلا 10 میلیون دلار چیزه برآورد
تخمین زده شده برای این پروژه، استیمیت این پروژه و بودجه ای اختصاص پیدا کرده به این پروژه فرضاً 120 میلیون دلار هستش. ما برای این پروژه انجام این پروژه 120 میلیون دلار پول در اختیار میتونیم از اون بری اون مجموعه که حالا هستن توی پروژه اون قرار سرمایه گذاری کنن، بانکی هستش داره هستن، پول میتونن تزریق کنن برای انجام این پروژه. 20% از شروع این پروژه میگذشته. حالا از ما سوال میکنن که آیا ما داریم این هزینه هایی که تا الان، یعنی این 110 میلیارد میلیون هزینه میلیون دلار هزینه این پروژه هستش، 20% اگه گذشته باشه میشه 22 میلیون دلار. ما فرضاً 20% از اجرای پروژه پیشرفت داشتیم و الان داریم نگاه میکنیم این 22 میلیون دلار هم هزینه کردیم. حالا از تیم مدیریت پروژه میپرسن که آیا شما این پروژه رو میتونید با همون 110 تایی که انجام پیش بینی کردیم تموم کنیم یا نه، الان جوری تغییر اتفاقاتی افتاده. شما برای پاسخ دادن به این سوال معمولا دست از یعنی به این روش استفاده، از این روش ارندری استفاده میکنید. چرا؟ چون که خب اگه یک کاغذی چیز جلوتون داشته باشین بکشین بد نیست. ببینید شما الان چون من تخته بکشم رو تخته شما نمی‌بینید، مقدار ریز هستش، اما امتحان کردیم تو تصاویرشون خیلی گویا و واضح نیست، یه مقدار نامخفی میفته براتون، پس شما خودتون زحمت رو کاغذ چیزی اگه دارین بنویسید. شما یه پروژه دارین که 100 میلیون پیش بینی این پروژه تخمین و برآورد این پروژه بوده و بودجه که اختصاص پیدا کرده 110 میلیون دلار هست. 20% از مثلا اگه پروژه شما مثلا 24 ماهه بوده، حالا بگو 25 ماهه بوده، 5 ماه از شروع این پروژه گذشته و شما تا الان 22 میلیون دلار هزینه کردیم تو این پروژه. حالا سرمایه گذار مثلا اون کارفرما شما یا هر کسی که باش از پاسخگو باشه تیم مشاوره مدیریت پروژه، از شما میپرسه که آیا من میتونم این پروژه رو با اون 110 میلیون دلاری که برنامه‌ریزی کردم انجام بدم یا نه. برای پاسخ به این سوال شما چه جوابی بدید؟ حالا دوستانتون بد نیست تو این سوال من خودتون درگیر بشین، بقیه دوستان آیه میخوان من این چیزتون رو فعال میکنم، میکروفوناتون رو فعال میکنم که خواستیم. خب کسی میتونه پاسخ بده؟ پس یه بار دیگه اگه سوال بخوام مطرح کنم، یه پروژه تعریف شده برآورد شما انجام، مثلا یه پروژه ساختمانی شما در هست، مثلا 20,000 متر مربع زیر بند، 20,000 متر 10,000 متر مربع زیر بند، بعد 100 میلیون ما بودجه پیش بینی کردیم، ما با این 110,000 متر مربع زیر بند رو 100 میلیون درست دارم میگم، متری در واقع 1 میلیون دلار هزینه داره، متری 100,000 متر مربع زیر بند داره یک پروژه و این رو ما قرار بوده با 100 میلیون دلار انجام بده. بودجه ای که اختصاص پیدا کرده 110 میلیون دلار هست، 10 میلیون اضافه داد بیم. حالا بعدا توضیح میدم 10 تا جرات سرد دیده شده. یه پروژه 110 میلیون دلاری پس داریم با 20% پیشرفت. 20% یعنی 24-25 ماه بوده این پروژه، هر بود 25 ماه انجام بوده، الان 5 ماه گذشته. از سیستم حسابداری پروژه پرسیدیم تا الان ما چقدر هزینه کردیم تو این پروژه، به همون داره میگه 22 میلیون دلار. حالا سوال اینه، از سوالی که از تیم همون شما فکر کنیم مدیر این پروژه هستیم، تو یک جلسه ای هستش، اون طرف سرمایه گذار مثلا اون شرکتی که قراره سرمایه اون پروژه رو تامین کنه نشسته، طرف دیگه عوامل تیم شما و اون تیم مدیریت پروژه نشسته، نیستم دیگه کارفرما اون کسی که مثلا زمین پروژه رو در اختیار اون سرمایه گذار قرار داده نشسته، واسه جلسه ای هستش. از شما میپرسن که به عنوان مدیر پروژه آیا ما میتونیم این پروژه رو با برآورد اولیه‌مون که همون بودجه اولیه‌مون هستش تموم کنیم یا نه. حالا این سوال میدونم شما میتونیم پاسخ بدیم یا نه، یعنی ذهنیتتون چیه در قبال این پاسخ به این سوال؟
من میکروفونم رو قطع میکنم، میذارم دفتر دوستان که اگه سوال جواب. های زیادی رو به همراه داره، قطعا ما باید بحث هزینه رو بسیار جدی‌تر دنبال کنیم. خب پروژه هایی که معمولی تر هستن هزینه های کمتری دارن، ریسک های پایین تری دارن، یه مقدار میتونیم تحصیل شده تر و راحت تر به این هزینه بکنیم. به طب بحث مدیریت هزینه جزو سربست های مهمی هستش که تو استاندارد بهش پرداخته شده و میشه اطلاعات کاملی رو در مورد اون توی بحث مدیریت هزینه پیدا کرد. اما در ضمن اینجا اشاره کرده که بحث مدیریت هزینه به روش ان ولیو هم شامل یک استانداردی در دانش مدیریت پروژه هست. بر مبنای دانش مدیریت پروژه استانداردی داریم در زمینه که پرکتیس استاندارد فور ان ولیو منیجمنت نام داره که ورژن دوم اون رو با شما تو منبع شماره 17 اگه مراجعه بفرمایید تو همین کتاب یک استانداردی داره مدیریت استاندارد مدیریت پروژه آمریکا بر بحث ان ولیو. شما میتونید اون رو مطالعه کنید برای اطلاعات تکمیلی که حالا فقط استاندارد اینجا ارجاع شده کار رو به یک استاندارد دیگه در مجموعه استانداردهای خودش. خب بگذاریم بریم از روی اسلاید ها پس این رو ادامه میرسیم. پس من پس پلن کاست منیجمنت گفتیم چیز مهمی هستش که خروجیش میشه کاست منیجمنت پلن و نباید ازش غافل بشیم، هرچند که تو قسمت های دیگه خاصه یا ناخاصه اگه ما پلن کاست داشته باشیم معمولا اینجوری هست، یعنی پلن کاست پلن تایم منیجمنت و غیره اینا جوری هستن که شما اگه این رو نداشته باشین خود به خود وقتی که بقیه قسمت ها میرین جلو به یک سری چیزا نیاز پیدا میکنیم، اون چیزایی که نیاز پیدا میکنیم یه سری مثلا فرضیات یه سری اطلاعاتی و غیره متوجه خواهید شد که خودتون که اصلا اینها باید توی یک جای ما اینا رو مدون داشته باشیم و همیشه برنامه اون استاندارد اون چارچوبی که برای خودمون چیدیم هزینه های پروژه‌مون رو ارزیابی کنیم و پلن کاست منیجمنت شکلی شکل به این ترتیب شکل بگیره. فرضاً ما با دانشی که کسب کردیم اینجا یه همچین پلنی هم طراحی کردیم، میریم رو قسمت های بعدی. فقط من یک سوالی داشتم الان وقت اذان برای حراب چه ساعتی هستش؟ من بدونم ما خیلی اذیت نکنم. الان چقدر دیگه شما تا افطار داریم؟ خب استیمیت کاست پس مرحله بعدی هستش که تو بحث برآورد هزینه داریم میشه طریقه برآورد هزینه مورد نیاز برای تکمیل فعالیت های پروژه که شامل چه مرحله میشه. یک سری ورودی هایی داریم و یک سری ابزار هایی تو این مرحله داریم که منجر به دو خروجی خیلی مهم میشه، یعنی اکتیویتی کاست استیمیشن یعنی تخمین هزینه فعالیت ها و بیسس آف استیمیشن یا مبنای هزینه. این دوتا در حقیقت میشه کاست بیس لاین، مثلا اسکوپ بیس لاین داشتیم با حالا تو مرحله کاست بیس لاین اضافه میشه، یعنی مبنای ما که بعدا هر تغییری این کاست بیس لاین میشه یک مبنا، مبنای ما اگه تغییری بکنه بعدا ما باید برای این تغییرات آمادگی داشته باشیم. همینطور که تو اسکوپ بیس لاین هم رو توضیح دادیم یه مبنایی هستش که تو اسکوپ به شما میده و هر نوع تغییر تحولی تو اون یک جور علامت تعجب یا یک جور علامت هشدار برای تیم مدیریت پروژه ایجاد داره. خب ورودی های این استیمیت کاست چی هستن و خروجی هاش چی هست؟ خروجی هاش یکی کاست منیجمنت پلن هست، همون برنامه هستش که برداریم از روی خود استاندارد برم جلو. از استیمیت کاست شامل پروژه منیجمنت پلن میشه که باز کاست منیجمنت پلن و کوالیتی منیجمنت پلن از بیس لاین داخلش هست. پروژه داکیومنت هستش، یکی لسن لرن ها هست، پروژه چار اسکیجول هستش، ریسورس ریکوایرمنت هست و ریس رجیستر هست و انترپرایز انوایرمنتال فاکتور اورگانایزیشن پروسس هست. از چه ابزارهای استفاده میشه برای این موضوع؟ از اکسپرت جادجمنت قضاوت خبره، انالوگ استیمیشن، پارامتریک استیمیشن، های پارامتریک، باتم اپ استیمیشن، تری پوینت استیمیشن، دیتا آنالایز. دیتا آنالایز شامل
که دوستان دست بالا بود بفرمایید. آیسی از صداتون باز الان تو زور سلاید رو نداریم جناب دکتر. سلاید من رو ندارم؟ آه سلاید باز نیست از ما. صدای من الان باید قاعدتا صدا باشه آچه مشکل میشه صدا... 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 صدا هست جناب. من رو داری؟ بله جناب دکتر صدا هست. اسلاید درسی نیست. هیچی شریک هیچی شریک نشده. ما نداریم چیزی. اسلاید خب بچه شد ما گفتیم که تو بحث استیمیت کاست یک سری ورودی هایی داریم یک سری ابزار هایی داریم و خروجی ها که ابزارها رو داشتم اسم میبردم از روی این استاندارد که متوجه شدیم اسلاید ها رو شما نیم خب برحال گفتیم پس اکسپرت جاجمنت داریم analog estimation, parametric estimation و bottom-up estimation, three-point estimation, data analyze, project management information system و decision making که از روش voting میشه استفاده کرد به عنوان ابزارهایی که به ما خروجی های مهمی مثل cost estimation و decision رو میده. چیزی که توی این نمودار مشاهده میکنید مشخص هستش که ما برای estimate cost این اطلاعات رو از کجاها باید استخراج کنید؟ پروژه داکیومنتمون، پروژه انتر اورگانایزیشن و پروسس اسست ها، ورودی های این کاست هستن، استیمیت کاست هستن و خروجیش هم که تبدیل میشه به سری اسناد پروژه داکیومنت ها که یکیش کاست استیمیشن و بیس اف استیمیشن هست. از اون طرف هم پروژه داکیومنت آپدیت هامون مثل اسامشن لاگ، لسن لرن رجیستر و ریسیستر هستش به روز میشه توسط تخمینی که ما برای هزینه هامون انجام دیم. اینجا باز مجدد استیمیشن کاست مشخص کرده همون تلورانس هایی که ما تو مراحل مختلف میتونیم قائل بشیم برای برآورد ها. یعنی ما میزان تو مراحل مختلف میزان دقت برآورد های ما توی مقاطع مختلف میتونه تغییر بکنه که اینجا داره یه جورایی بهش اشاره میکنه که این تغییرات بر اساس استاندارد تا چه حد مجاز. از اون ور که از اون که بگذاریم میرم به مواردی که به عنوان ورودی معرفی کرده. خب من از روی اینها خیلی نیازی نیست که کامل توضیح بدم. نظر شما میدونید که ورودی هایی که ما اونجا اسپوردیم رو اینجا استاندارد میاد تک تکش رو توضیح میده دیگه. اینجا گفتیم پروجکت منیجمنت پلان شامل کاست، کوالیتی و اسکوپ به عنوان ورودی های اصلی این مرحله هستن که اومده استاندارد اینجا هر کدوم از اینها رو یه توضیح کوتاهی داده یا اشاره کرده به اینکه از کدوم قسمت اونها رو میتونیم شناسایی کنیم. و به همطور اسکوپ بیسلاین بیسلاین محدوده شما که حالا این رو شاید بعد نمیشه که بیشتر باز کنم. گفتی که اسکوپ بیسلاین include the project scope statement شامل چه چیزایی میشه؟ اسکوپ بیسلاین شامل project scope statement این بیانیه محدوده پروژه WBS و WBS dictionary این ستا با عنوان اسکوپ بیسلاین شناخته میشه در استاندارد و پروژه اسکوپ استیتمنت رو توضیح داده تو فصل اسکوپ همه این ستا رو توضیح دادن. اینجا آمده اشاره کرده گفته اسکوپ استیتمنت که تو این قسمت ارجاع داده شده reflect funding consistency budget constraints by period for the expenditure of a project funds or other financial constraint یا ورک بریک داون استراکچر و همچنین دبلیو تریک دیکشنری. این همون صحبتی هستش که من توی قسمت بیسلاین تو دبلیو بی اس هم اشاره کردم. کد مشخص به هر در بحث هزینه میتونه کمک کنه به شما. به همین دلیل هم هستش که اینجا دوباره اومده این رو با من در مورد توضیح داده که توی هزینه هاتون ما از WBS هاتون قطعا باید استفاده کنید یا سعی کنید ساختار ریالیتون رو با ساختار WBS تون هماهنگ قرار بدید. گزارش های مالی مناسب رو از WBS به کمک WBS تون استخراج کنید.
اینسترومنت یک سری اسنادی هستش که ما در پروژه داریم و میتونیم اینجا استفاده کنیم، مثل لسن لرن رجیستر ها، رجیستر ثبت شده دانش ثبت شده در پروژه مون، در پروژه قبلی مون مثلا، یا همین پروژه دانش های ثبت شده وجود داره که میتونیم اینجا استفاده کنیم، یا پروژه اسکیجول یا برنامه زمانبندی پروژهتون، یا ریسورس ریکوایرمنت منابع مورد نیاز، و ریلیز رجیستر. اینا همه اطلاعاتی هستن که شما تو تخمین هزینه‌تون میتونید یا میخواین که ازش استفاده کنید. و این سری عوامل محیطی که میتونید تاثیر بذاره روی برآوردهای شما، مثل مارکت کاندیشن، شرایط بازار، پابلیک کامرشال اینفورمیشن، این سری اطلاعاتی که به صورت تجاری در اختیار شرکت ها قرار داده میشه، گزارش هایی که میتونید خریداری کنید بعضی وقتا، یا بعضی از همصاد رایگان در اختیار شرکت ها قرار داده میشه، exchange rate and inflation، خب میزان برابری ارزهایی که استفاده میشه، exchange rate ها یا میزان تورم inflation ها هست، همونطور که اینجا اشاره کرده گفته large for large scale project the extent multiple year with a multi currency the fluctuation of currency and inflation need to be understood and built into estimation cost process. واقعا این یک کلمه که امکوبای دنیا بحث ترش دیگه، یعنی ما میگه که در پروژه بزرگ سالها ممکنه زمان ببره احداث اونها و ممکنه چند نوع مواد مالی درش استفاده بشه، کارنسی های مختلف، یعنی مثلا یه پروژه رو که ما در افغانستان تعریف میکنیم، خب هم ممکنه درش از پول کشور خودتون بود، پروژه کشور خودتون هزینه بشه، یه بخش ممکنه دلار باشه، یه بخش ممکنه یورو باشه. قطعا هم تورمی که خود افغانستان باش مواجه هست و هم تفاوت تورم با سایر کشورها این میزان اکسچنج ریت رو تغییر میده. خب این باید در موردش فکر شده باشه که ما میخوایم به چه روش استیمیتون رو انجام بدیم، آیا فقط ما میخوایم روش تخمین یک واحد مالی باشه، یا مثلا بعضی از پروژه هستن بودجه پروژه با یک واحد میبندن، مثلا میگن انقدر افغانی، مثلا 300,000 افغانی یا 300,000 افغانی، یا ممکنه بگن یه مقدار مشخص از پول کشور دیگه هم هست، مثلا برآورده ما شامل دلار هست و افغانی، یا مثلا ریال هست و افغانی، یا ترکیب های دیگه ای که میشه، یا اینکه همه اونها رو بیاریم به یک نرخ واحد تبدیل کنیم، معمولا یک اکسچنج ریت استفاده میکنیم، نرخ تبدیل ارز هم دیگه، ولی معمولا این اکسچنج ریت ثابت نیست که میدونی دیگه، در طول زمان ممکن تغییر کنه، اکسچنج ریت که مثلا در شروع یک پروژه داشتیم یه عددی هستش، بعد در اواسط پروژه چیز دیگه میشه، در آخر پروژه چیز دیگه میشه، و این خیلی میتونه تاثیر بذاره دیگه میکنه بحث مالی. خب سوال داریم دوست؟ دیگه نداره، من سعی میکنم 7:50 سعی میکنم مطلب رو جمع کنم که دیگه شالا شما از تایم افتارتون هم کم نشه. خب Relational Process Asset هم باز یه سری عواملی هستن، گفتم تو سازمان ها ممکن عنوان یک سری دستاورد های سازمانی باشه که اون رو میتونیم بمیسیم اینجا Cost Estimation Policy، Cost لسن لرن استوری. میدونید که مثلا من اگه یک پروژه رو انجام دادم هده باشم، اینا خودش میشه یک دانش، و این دانش رو میتونیم در پروژه بعدی استفاده بکنیم دیگه، پس cost estimation، یا که این مثلا historical information هست، ولی از اون طرف یک cost estimation policy هایی هستن، یا cost estimation template هایی هستن، یک سری format ها یا تمپلیت، این فرمت مثلا فرمت های مشخصی داره برای بحث تخمین هزینه ها. خب شما در پروژهتون مجبور هستین یا بهتر ازش که از این فرمت ها تبعیت کنید، و عنوان ورودی ما کاست استیمیت دیدیم، یا استاندارد این کار کرده، یا مثلا بحث کاست استیمیشن پولیسی های هست، این سری کارهایی هستش که توی باز تخمین هزینه ها توی هر شرکت یا سازمان تعریف شده که ما میتونیم از اونها استفاده کنیم.
اینها در کنار این ابزارها مثل اکسپرت جاجمنت و انالوگ استیمیشن، پارامتر استیمیشن، باتم اپ استیمیشن و تری پوینت استیمیشن و دیتا آنالایز مثل آلترناتیو آنالایز، ریزرو آنالایز یا کاست اف کوالیتی ابزارهایی هستن که یا و از اون طرف ابزارهای دیسیژن میکینگ میتونه به ما کمک کنه برای بحث تخمین هزینه و در نهایت خروجی این مرحله میشه کاست استیمیشن، یعنی تخمینی که ما میتونیم برای هزینه هامون بزنیم یا مثلا بیسیس اف استیمیشن مبنایی که ما داشتیم برای هزینه هامون که این دوستا با هم دیگه یعنی کاست استیمیشن و مبنایی که ما برای هزینه هامون داشتیم دوتا در کنار هم دیگه معنی میده و از اون ور این سری اسناد پروژه آپدیت میشه مثل assumption log ها، lesson learned ها و risk register ها که هر کدام از اینها رو میشه در موردش بیشتر توضیح داد. خب که من دونه دونه اینها رو یک میده با هم دیگه بحث کنم کردم از این چیه و به نظرم بدم نباشه که از روی سلاید های خودم داریم جلو که دیگه دیگه و میشه سلاید ها رو با هم دیگه روی بکنم. یکی از قسمت هایی که گفتم البته خب بذار من دیتیم هم باید رو هم باز اینجا از روی استاندارد کم ببرم جلو و بعد من برم دیگه روی سلاید. پس یه بحث دیگه هم باز توی استاندارد اشاره شده گفتیم بعد از اینکه هزینه های پروژه رو ما تخمین دادیم میرسیم به دیترماین باجت. حالا ما باید اون هزینه هایی که تخمین زده شده رو اختصاص خیلی مهمه دیگه، این شما باید بدونیم که هر کدوم از این دسته های کاری شما چقدر هزینه میتونید برش اختصاص بدید. مثلا ما میگیم دیترماین باجت بودجه که اختصاص پیدا کردی هم کانسیستنت میشه که خیلی گفتم مهم است چون مبنای به شما میده برای بحث یا پروژه فاندینگ ریکوایرمنت یا پروژه داکیومنت آپدیت میتونه کاست میتونه شامل این چند قسمت بعد انجام این کار باز یک سری ورودی ها معرفی شده و یک سری ابزار و اون خروجی نهایی که دنبالش میگردیم. اینجا هم باز مشابه بخش های دیگه استاندارد هر کدوم از اینها توضیح داده شده که خب چی هستش هر کدوم از این ابزارها، خیلی خلاصه و مختصر در مورد هر کدوم از اینها توضیح داده شده و اصلا کاست بیس لاین چی هستش و این تقریبا اسلاید که خب میتونیم بگیم اسلاید مهمی هستش دو تا نمودار مفهومی داره که خیلی کمک میکنه برای درک اون چیزهایی که من تا الان گفتم شاید شما نفهمیدین یا نفهمیدین که من از روی این اسلاید بتونم بیشتر بهتون توضیح بدم. از اینهای پروژه رو بسیدیم به یک برآوردی مشخص کردیم. گفتم ما یه مقدار این بودجه رو زیاد میکنیم برای درداری مشخص برای ما نیست، در حقیقت من یک هزینه هایی هستش که به عنوان management reserve باید در نظر میگیریم و cost baseline. این cost baseline ما همون هزینه هستش که استخراج کردیم برای برآورد پروژه. مثلا ما گفتیم برای پروژه 100 میلیون دلار هزینه برآورد کردیم، این هم 100 میلیون دلار ما هزینه اختصاص دادیم برای برآوردمون به عدد رسیدیم، ولی میدونیم که این برآوردمون دقیق نیست. یه سری قطعا اطلاعات رو ما فرض کردیم یا یه سری اطلاعات رو نداشتیم یا عددی رو یه بخشی از این عدد رو یا یک عدد مجزایی رو اختصاص میدیم برای منیجمنت. ذخیره من اصلا بهش میگم ذخیره مدیریت. این یک دو تا ذخیره داریم در سیستم مدیریت پروژه تو بحث مالی، یکی بهش میگیم contingency reserve این ذخیره احتیاطی و یکی میگیم ذخیره مدیریت. این ذخیره مدیریتی مربوط میشه به همون قسمت هایی هستش که در ما از یاد بیشون همون صرف در این لحاظ نمی کنیم و حتما باید یه تلورانسی رو پیش بینی بکنیم و این ذخیره اصلا میشه منیجمنت و اون کاست بیسلاین هم که مشخص هستش از استفاده می شده از همون برآوردی که از خود پروژه
ما داریم. این تاس پیسان ها به ما یک کنترل اکانت های رو میدن، یعنی ما وقتی که میخوایم بودجه پروژمون رو کنترل کنیم نمیایم بر اساس این بودجه اختصاصی کنترل کنیم، بلکه میایم بر اساس کاست بیس لاین هم کنترل هامون رو انجام میدیم. یعنی دوتا باید با هم دیگه یکی بشه، کنترل میکنیم که هزینه های واقعی پروژمون از کاست بیس لاین همون رد نشه. چرا؟ چون خود این کنترل خود این کاست بیس لاین ها شامل دو قسمت هستش. این قسمتی هستش که مثلا همجون work package estimation، cost estimation. حالا اگه مثلا من بخوام همون پروژه 100 میلیون دلار رو در نظر بگیریم، توی پروژه 100 میلیون دلار بکنیم 50 میلیون دلار ما دیدیم برای نازوکاری و صفرکاری، ببخشید 80 میلیون دلار دیدیم برای نازوکاری و صفرکاری، 30 میلیون دلار هم دیدیم برای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی، ببخشید 70 به 70 به 30 شد، 70 میلیون دلار برای نازوکاری و صفرکاری، 30 میلیون دلار هم برای تاسیسات مکانیکی بود. حالا یکی از اون بسته های کاریبورد پکیج بسته کاری کاست استیمیشن ما تو WBS گفتیم، ما بیسلاین ما بیسلاین اسکوپ بیسلاین ما میشه WBS، یه مبنای ما باید داشته باشیم که بتونیم به اون مبنا کار مدیریت انجام بدیم. اون مبنای ما اسکوپ ما اسکوپ بیسلاین. خب اسکوپ بیسلاین شما داریم یکی از اجزای اون نازوکاری و صفرکاری که گفتیم 70 میلیون دلار قرار روش اختصاص بدیم، اگه این کاست بیسلاین ما باشه 100 میلیون دلار، 70 میلیون دلار گفتیم برای نازوکاری و صفرکاری دیدیم، یکی از اون اجزای نازوکاری میشه اسکلتون. اسکلتون بتونی هستش، زیر مجموعه چی میشه؟ زیر مجموعه همون 70 میلیون دلار یک بخشش میشه صفرکاری، یک بخشی از اون صفرکاری هم میشه فونداسیون. یعنی الان یک ساختار سلسله مراتبی تو ذهنتون داشته باشین که اون بالا نوشته مثلا پروژه X شامل چند قسمت شده، یکی صفرکاری، نازوکاری، تاسیسات مکانیکی، الکتریکی. تو صفرکاری بخش زیرمجموعه‌ای داره به نام فونداسیون. این فونداسیون شده اون 100 میلیون دلار گفتیم 70 میلیون شد نازوکاری صفرکاری، از این 70 میلیون دلار 5 میلیون دلار شد برای فونداسیون. اینجوری توزیع یا تخصیص بودجه به این شکل از بالا به پایین یا باتم آپ تاپ باتم داره انجام میشه. خب ورک پکیج ما چیه؟ فوندسیون هستش. اینجا کاست استیمیت هزینه اختصاص پیدا کرده به این ورک پکیج، به این بسته کار 5 میلیون دلار هستش ما، ولی توی تخمین هزینه‌مون تو اکانت کنترلمون 5 رو در نظر نمیگیریم، این کانتینجنسی رزرو هم در نظر میگیم. میدونیم که فوندیشن ما 5 میلیون دلار هزینه داره، ولی ما میگیم 5 میلیون و 500 ما براش دیدیم، 500 هزار دلار دیدیم برای اون دسته از عواملی که توی برآورد خارج از کنترل یعنی تیم مدیریت نیست. ما میخوایم یه ذخیره‌ای داشته باشیم اگه هر دلیلی تغییراتی اتفاق افتاد در ماهیت فوندسیون پروژه، عمقی تغییر کرد، عرضی تغییر کرد، ارتفاعی تغییر کرد، مشخصات فوندسیون از اصلاح داشت، نمونه پروژه رو زمین بقول برم بگیر، اون ذخیره اصلا نمونیتی که بهش بگیم کانتینجنسی رزرو، این ذخیره اتیاتی. و حالا این عملون رو 500 هستش که مجموع اون اعداد اون 100 میلیون دلار ما رو تشکیل میده و کنترل ها انجام میشه. Activity Cost Estimation پس میشه همون عدد پایین تری و Activity Contingency Reserve هم میشه. حالا ممکنه خود این Work Package بسته کاری شامل چند باز زیر بخش شده، مثلا همون فونداسیون یه بخش شده قالب بندی، بخش شده آرمودور بندی، بخش هم شده بتون ریزی و خاک برداری. مثلا هر کدوم از این Activity ها یک هزینه ای داره دیگه، Estimation Cost Activity، ما باز برای هر کدوم از اونها یه هزینه واقعی برآورد کردیم. مثلا گفتیم در این ارزان حضور شما فوندسیون قالب بندیش برای ما از اون 5 میلیون دلار 3 میلیونش مربوط به قالب بندی هستش، 2 میلیون مربوط به آموزش بندی هستش، 1 میلیون مربوط به داشت 2 و 1، مثلا 2 میلیون، حالا 2.5 میلیون برای
آماتور بندی هستش، 1.5 میلیون برای آماتور بندی هستش، 1 میلیون دلار هم برای این میشه اکتیویتی کاست استیمیشن. برای هر کدوم از اکتیویتی ها هم باز ما میایم یک چیزی کانتینجنسی رزرو برای اون اکتیویتی مشخص نداریم، میگیم برای آماتور بندی درسته که ما 1.5 میلیون دیدیم، ولی 100 هزار تا ما دیدیم برای بالا پایین، چون میدونیم که اون برآورد تخمینی که زدیم در برآورد های ما یه سر تلورانس های در واقعیت مثلا داره یا یه سر موضوعات یادش ما ازن نگرفتیم و کنترل ها اتفاق میفته و همیشه سعی میکنیم ما پروژه رو با این کاست بیسلاین انجام بدیم، هیچ وقت این منیجمنت ریزرو کار نداریم. حالا من توضیح میدم این منیجمنت ریزرو چیه، ما پروژه رو با 110 تا تموم کنیم. درسته همه میدونن که بودجه پروژه بودجه بندی پروژه بس 110 تا انجام شده، ولی ما همیشه کنترل هامون رو برای 100 تا انجام میدیم، نمیذاریم که برآورد پروژه از 100 رد بشه، نمیذاریم هزینه هامون از 100 رد بشه، چرا که یه همچین ذخیره هایی اینجا دیده ایم، این ذخیره ها رو جاش مشخصه کجا ها میتونیم این ذخیره ها استفاده بکنیم و این ذخیره مدیریتی فقط دست سیستم مدیریت پروژه هستش که به صلاح خودش بتونه ازش استفاده بکنه، که اصلا هم اسمش هم باشه دیگه منیجمنت یوزر، ولی اینها تقریبا احتیاطی همون فعالیت هست. این نمودار پایینی هم داره یک اسکیپی هستش، میدونیم به این نمودار های شبیه اس هستن ما میگیم اسکیپ، که داره بودجه پروژه رو بسیار تجمعی نشون میده. یعنی این نمودار پررنگ که بسیار میگیم کاست بیسلاین، این داره نشون میده که بودجه پروژه به ترتیب پروژه داره تغییر میکنه. حقیقتا شیب این نمودار در اول پروژه کند هستش، در وسطاش بیشتر و در انتهاش مجددا کاهش پیدا میکنه و این نقطه بالاش مثلا ما میگیم باجت دات کامپلیت، بودجه در زمان تکمیل پروژه هستش. از این طرف هم یک فاندینگ ریکوایرمنت هایی هستش، یعنی صورت مثلا شما اگر پیمانکار باشین من گفتم تو 10 دقیقه، یعنی دقیقه تا 4-5 دقیقه دیگه درسمون تموم میشه. ساعت افتار شما چقدر دیگه مونده؟ یه رو به هفته افتار برات؟ یه هفته نیمه دیگه. پس یه هزینه هایی ما داریم در طول پروژه، این شکلی کاست بیس لاین درست میکنه، یه اکسپندیچر داریم، یه هزینه کرد داریم، درسته؟ یعنی ما اینجوری هم نیستش که بیسلاین ما اینجا بستش باشه، چون از اون که رد بشه ما مشکل مالی خواهید خورد پروژمون، و از اون طرف داره یک فاندینگ تزریق مالی هایی داره در پروژه اتفاق میفته دیگه. تزریق های ما معمولا یه سری مقاطع مشخصی هست، مثلا هم توی قرار دادی که مثلا یه پیمانکاری از کار انجام میده، معمولا صورت از وضعیت کارهایی که انجام داده رو انتهای هر ماه تک آماده میکنم میفرسته برای کارفرما یا تیم مشاور برای تنظیم کردن. این میشه اولین، معمولا خب چند مدتی هم طول میکشه تا این پرداخت اتفاق بیفته، به همین دلیل نمودار میتونه حالا شکلش فرق بکنه، این نمودار فاندینگ ریکوایرمنت رو، ولی به هر ترتیب ما به این ترتیب در این مقاطع زمانی دریافتایی رو از کارفرمامون داریم تا نهایتا بودجه پروژه رو پر کنیم و کار پروژه تکمیل میشه، و این ذخیره احتیاطی رو هم داره اینجا نشون میده. این نمودار، این دو نمودار با هم دیگه داره نشون میده شما که روند اختصاص هزینه و برنامه‌ای که برای هزینه داریم و نحوه هزینه کرد در پروژه ها داره به چه شکلی تغییر میکنه. خب برای اینکه دیگه بیشتر از این خستتون نکنم و ما بتونیم وارد بحث بعدی هم هفته آینده بشیم بیشتر با جزئیات بیشتر و با آمادگی بیشتر، تا همینجا کفایت می‌کنه، همین نمودار کفایت می‌کنه که صحبتمون رو در هفته آینده در مورد بحث هزینه پیش می‌گیریم. خب این فصل یک مقدار اهمیت بیشتری هم داره، زمان بیشتری هم شاید ما بهش اختصاص بدیم در مورد همین موضوعاتی که من اینجا توضیح دادم، به صورت مثال‌هایی سعی کردم اینا رو تکمیل کنم
که حالا شما بعد نیست که توی سایت های نگاهی داشته باشید، و هفته آینده باز مجددا ساعت 2 کلاسی رو داریم که در اون به ادامه این موضوعات میپردازیم. خب اگه سوالی مطلبی هستش بفرمایید، اگر نه که دیگه من حرفی ندارم. صداتون هم بازه، در یادآوری که سعی کنید پروژه فردیتون رو نهایتا تا 2 هفته آینده آماده کنید و پروژه نهاییتون رو هم که سعی کنید تا اواخر خرداد آماده کنید. یعنی پروژه فردیتون رو سعی کنید تو 2 هفته آینده آماده کنید و هم بفرستید. پروژه گروهیتون هم که الان تو هر چی که می‌بینیم ماجراتر، پروژه گروهیتون براتون روشن‌تر میشه دیگه. شما باید یک پروژه رو تعریف کنید، مثلا یک پروژه فرض کنید یا یک پروژه که باش کار کردین تا حالا درش فعالیت داشتین انتخاب کنید و بعد برنامه مدیریت پروژه رو آماده کنید. برنامه مدیریت پروژه مجموعی از این برنامه های مختلفی هستش. مثلا برنامه مدیریت هزینه من امروز داشتم توضیح میدادم، یکی از بخش های برنامه مدیریت پروژه دادم مدیریت هزینه هست. همین صحبت هایی که شد تقریبا تو این جلسه از روز مطالب هست در بحث برنامه مدیریت هزینه، چون دوستان سوال داشتن از پروژه حیات اطلاعات میگم این جناب دکتر، اگر یک پروژه نمونه کار شده اگر در دسترس مقرر بدن که ما با به تحصیل از او کار کنیم، استادم براتون مگه نیمد دستتون؟ به کجا روان فرستاده نیمد؟ فکر کنم توی اسکایپ براتون، توی همین گروهتون فرستادم. حالا بازم نگاه میکنم اگه نباشه با دوباره براتون. خب باشه، من باهاتون تماس میگیرم جناب. من یک نمونه پروژه فردی فرستادم، یک نمونه پروژه گروهی. حالا اگه نرسید دستتون دوباره براتون. خب موفق باشین دوستان، خسته نباشین. $1,000,000 هم برای خب این میشه اکتیویتی کلاس استیمیشن. برای هر کدوم از این اکتیویتی ها هم باز ما میگم یک چیزی کانتینجنسی رزرو برای اون اکتیویتی مشخص داریم. میگیم برای آرامکسو بندی درسته که ما 1,000,000 دیدیم، ولی 100,000 تا ما دیدیم برای بالا پایین، چون میدونیم که اون برآورد تخمینی که زدیم برای برآوردهای ما یه سری تلرمانسای واقعیت مثلا داره یا یه سری موضوعی هستش ما ازن نگرفتیم و کنترل ها اتفاق میفته و همیشه سعی میکنیم ما پروژه با این کاست بیس لاین انجام بدیم. هیچ وقت این منیجمنت ریزرو کار نداریم. حالا من توضیح میدم این منیجمنت ریزرو هست که ما پروژه رو با 110 تا تموم کنیم. درسته همه میدونن که بودجه بنده دی پروژه بس 110 تا انجام شده، ولی ما همیشه کنترل ها رو 100 انجام میدیم، نمیذاریم که برآورد پروژه از 100 رد بشه، نمیذاریم هزینه ها از 100 رد بشه. چرا که یه همین ذخیره های اینجا دیده ایم. این ذخیره ها رو جاش مشخصه کجا هم تیم از این ذخیره ها استفاده میکنه و این ذخیره مدیریتی فقط دست سیستم مدیریت پروژه هستش که به صلاح خودش بتونه ازش استفاده بکنه، که اصلا هم بس میشن باشه دیگه منیجمنت ریزرو، ولی اینها احتیاطی همون فعالی فرد. این نمودار پایینی هم داره یک اسکیوی هستش، میدونیم به این نمودار های شبیه اس هستن، ما میگیم اسکیو که داره بودجه پروژه رو بسیار تجمعی نشون میده. یعنی این نمودار پررنگ که بسیار میگیم کاست بیس لاین، این داره نشون میده که بودجه پروژه به ترتیب پروژه داره تغییر میکنه. حقیقتا شیب این نمودار در اول پروژه کند هستش، در وسطاش بیشتر و تو در انتهاش میداد من کاهش پیدا میکنه و این نقطه بالاش مثلا ما میگیم باجت دات کامپلیت، بودجه در زمان تکمیل پروژه هستش. از این طرف هم یک فاندینگ ریکوایرمنت هایی هستش، یعنی صورت مثلا شما اگه پیمانکار باشین من گفتم تا 10 دقیقه، یعنی دقیقه تا
4-5 دقیقه دیگه درسمون تمام میشه. نه زد افتار شما چقدر دیگه مونده؟ یه رو بعد افتار برات یه هفته نیمه. یه پس یه هزینه هایی ما داریم در پروژه این شکلی کاست بیس لاین درست میکنه، یه اکسپندیچر داریم، یه هزینه کرد داریم درسته؟ یعنی ما اینجوری هم نیستش که بیسلاین ما اینجا بستش باشه، از اون که رد بشه ما مشکل مالی خواهید خورد پروژمون، و از اون طرف داره یک فاندینگ پارمزیقه مالی هایی داره در پروژه اتفاق میفته دیگه. تزریق های ما معمولا یه سری مقاطع مشخصی هست، مثلا هم توی قرار دادی که مثلا یه پیمانکاری از کار انجام میده، معمولا صورت از وضعیت کارهایی که انجام داده رو انتهای هر ماه تک آماده میکنم میفرسته برای کارفرما یا توی مشابه برای تنرد کردن. این میشه اولین، معمولا خب چند مدتی هم طول میکشه تا این پرداخت اتفاق بیفته، به همین دلیل نمودار میتونه حالا شکلش فرق بکنه، این نمودار فاندینگ میکنه تایم، ولی به هر ترتیب ما به این ترتیب در این مقاطع زمانی دریافتایی رو از کارفرمامون داریم تا نهایتا بودجه پروژه رو پر کنیم و کار پروژه تکمیل میشه، و این ذخیره احتیاطی رو هم داره اینجا نشون میده. این نمودار، این دو نمودار با هم دیگه داره نشون میده شما که روند اختصاص هزینه و برنامه‌ای که برای هزینه داریم و نحوه هزینه کرد در پروژه ها داره به چه شکلی تغییر میکنه. خب برای اینکه دیگه بیشتر از این خستتون نکنم و ما بتونیم وارد بحث بعدی هم هفته آینده بشیم بیشتر با جزئیات بیشتر و با آمادگی بیشتر، تا همینجا کفایت میکنه، همین نمودار کفایت میکنه که صحبتمون رو در هفته آینده در مورد بحث هزینه پیش میگیریم. خب این فصل یک مقدار اهمیت بیشتری هم داره، زمان بیشتری هم شاید ما بهش اختصاص بدیم در مورد همین موضوعاتی که من اینجا توضیح دادم، به صورت مثال هایی سعی کردم اینا رو تکمیل کنم که حالا شما بعد نیست که توی سایت های نگاهی داشته باشیم. و هفته آینده باز مجددا ساعت 2 کلاسی رو داریم که در اون به ادامه این موضوعات میپردازیم. خب اگه سوالی مطلبی هستش بفرمایید، اگر نه که دیگه من حرفی ندارم. صداتون هم بازه، در یادآوری که سعی کنید پروژه فردیتون رو نهایتا تا 2 هفته آینده آماده کنیم و پروژه نهاییتون رو هم که سعی کنید تا اواخر خرداد آماده کنید. یعنی پروژه فردیتون رو سعی کنید تو 2 هفته آینده آماده کنید و هم بفرستید. پروژه گروهیتون هم که الان تو کنم هرچی که میریم ماجراتر پروژه گروهیتون براتون روشن‌تر میشه دیگه. شما برای یک پروژه رو تعریف کنید، مثلا یک پروژه فرض کنید یا یک پروژه که باش کار کردید حالا درش فعالیت داشتید انتخاب کنید و بعد برنامه مدیریت پروژه رو آماده کنید. برنامه مدیریت پروژه مجموعه از این برنامه‌های مختلفی هستش، مثلا برنامه مدیریت هزینه رو من امروز داشتم توضیح می‌دادم، یکی از بخش‌های برنامه مدیریت پروژه دادن مدیریت هزینه هست. همین صحبتایی که شد تقریبا تو این جلسه از رؤوس مطالب هست در بحث برنامه مدیریت هزینه، چون دوستان سوال داشتن از پروژه تحت اطلاعات میگم این پروژهاتون فراموش نکنید. جناب دکتر اگر یک پروژه نمونه کار شده اگر در دسترس مقرر بدین که ما با به تحصیح از او کار کنیم، استادم براتون مگه نیمد دستتون به کجا روان فرستادین؟ فکر کنم توی اسکایپ براتون، توی همین گروهتون فرستادم. حالا بازم نگاه میکنم اگه نباشه رو دوباره براتون. خب باشه من باهاتون تماس میگیرم جناب. من یک نمونه پروژه فردی فرستادم، یک نمونه پروژه گروهی. حالا اگه نرسید دستتون دوباره براتون. خب موفق باشین دوستان، خسته نباشین.